کنوانسیون حقوق کودک از نگاه کودکان راستی یوکابت، میدونستی یه سند بین المللی وجود داره که توش از حقوق ما بچه ها صحبت شده؟ آره میدونم. میتونی یکیشو نام ببری؟ آره، هر که زیر 18 ساله کودک حساب میشه. آفرین، این پیمان نامه 54 تا ماده است. یکی دیگرش هم اینه که هیچ گونه تبعیضی از نظر رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و جایگاه اجتماعی صورت نگیره و کشورهای امضا کننده تضمین کنند که بچه های ساکن تو کشورشون دچار این تبعیضات نشن و ازشون حمایت شه. یعنی یه بچه سیاه پوست و یه بچه سفید پوست هیچ فرق با هم ندارن؟ نه، چون خدا همه ما رو یکسان آفریده. این کشورها باید هر کار لازمه بر حقوق بچه ها انجام بدن. یوکابت، یه ماده دیگه هست که میگه سازمان هایی که مربوط به انجام دادن کارهای کودکان هستند باید منافع کودکان رو در اولویت قرار بدن و این کشورها کارهایی مثل ایمنی، بهداشت و چیزهای دیگه که برای رفاه کودکان لازم هست رو انجام بدن. پس چرا ما تو ایران بابت مدرسه پول میدادیم؟ اتفاقا ایران هم جزو امضا کننده این پیمان نامه است ولی به تعهدش عمل نمیکنه. ای چه بده؟ آره متاسفانه. یه ماده دیگه هم هست که من خیلی دوستش دارم، میگه که باید به کودک کمک شه تا هویت و ملیت و نام خانوادگیش براش بمونه و هیچ دخالتی توش نشه و به بچه هایی که از هویت خودشون محرومن حمایت شه تا به حقشون برسن. مورد بعدی میگه که کشورها باید حق ذاتی بچه ها رو بشناسن و برای پیشرفت بچه ها امکاناتشون در اختیارشون بذارن. آره من این ماده رو خیلی دوست دارم. ماده بعدی میگه که این کشورها باید والدین این کودکان رو راهنمایی کنن و به اونها کمک کنن تا استعداد و توانایی بچهشون رو شکوفا کنن. هر کودکی که به دنیا میاد باید شناسنامه داشته باشه تا آواره به حساب نیاد. مثل خیلی از بچهای بلوچستان که شناسنامه ندارن و بی‌هویتن. اگر والدین یا کودک در کشور جدا زندگی کنن، کشورها باید حق ورود یا ترک کشور رو به والدین یا کودک بدهن تا اعضای خانواده دوباره به هم بپیوندن. بچه ها نباید از مامان‌هاشون جدا باشن مگر اینکه به نفعشون باشه. یه موضوع دیگه هست که میخوام براتون بگم اینه که ایران هم جزو این کشورهای امضا کننده است ولی خیلی از این موارد تو ایران اجرا نمیشه و این یه بدقولیه. امیدواریم تونسته باشیم سهم کوچیکی رو در اطلاع رسانی این حقوق به شما داشته باشیم. خدافظ. خدافظ. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.